شنوتو.com تقدیم میکند. اولین پادکست جنایی ایران. That's when the cannibalism started. اسمش چیه؟ فرزندان قابیل. فرزندان قابیل. تا الان به این فکر کردید که اگه یه قاتل سریالی بودین چه شکلی می شدین؟ یا اینکه کلن قاتلای سریالی چه شکلی هستن؟ اصلا چجوری هدفاشون رو پیدا می کنن و اونا رو می کشن؟ من مرتضی و من سمانه در پادکست فرزندان قابیل شما رو با معروفترین قاتلین سریالی جهان آشنا می کنیم و به این می پردازیم که تحت چه شرایطی لقب قاتل سریالی روی انسان قرار می گیره. اما بذارید این پادکست رو با یه سوال مهم شروع بکنیم. قاتل سریالی یعنی چی؟ برای شروع میریم سراغ اداره تحقیقات فدرال یا همون FBI. اونا قتلای سریالی رو اینطوری تعریف میکنن. سه یا چند قتل که مجرم آنها را در اقدامات جداگانه انجام میدهد و معمولاً اما نه همیشه توسط یک مجرم و به تنهایی انجام میشود. اگه بخوایم از نظر واژه شناسی هم بررسی کنیم، باید بگیم اولین باری که از واژه قاتل سریالی توی دیکشنری آکسفورد استفاده شد سال 1960 بود. این در حالیه که زیگفرید کراکاوئر در سال 1931 توی نقدی که در مورد فیلم اکسپرسیونیستی آلمانی به اسم ام داشت از این واژه استفاده میکنه که فیلمش هم در مورد یک قاتل سریالی مبتلا به پدوفیل بوده. شخصی به اسم رابرت رسلر که یه افسر سابق FBI بوده، اولین کسی بود که تو سال 1974 مفهوم و واژه قاتل سریالی رو به قانون اضافه کرد. هرچند درباره اینکه واقعاً این عبارت از کجا میاد و چه کسی اونو ساخته اختلاف نظر زیادی وجود داره. مثلا پیتر ورونسکی مورخ جنایی قضایی تو کتاب قاتلین سریالی روش جنون هیولاها که تو سال 2004 منتشر شد نوشته با اینکه رابرت رسلر ممکن است در سال 1974 واژه انگلیسی قتل سریالی را در قانون بنا نهاده باشد، اما اصطلاح قاتل و قتل سریالی اولین بار در کتاب معنی قتل نوشته جان برافی آورده شده است. از مجله های واشنگتن تا قفسه های کتابا پرن از جستجو در مورد این واژه. اما چیزی که واضحه اینه که از این واژه خیلی وقته که استفاده میشه، حتی توی اروپا و امریکا. برای مثال میتونید یکی از قاتلین سریالی فرانسوی به اسم لاندرو رو ببینید که در حین جنگ جهانی اول دست به قتل 11 تا زن زده. ما میبینیم که حتی اون موقع هم از واژه قاتل سریالی برای معرفی این آدم توی روزنامه استفاده میشده. ورونسکی توی تحقیقات جدیدش میگه کلمه قتل سریالی اولین بار توی بهار 1981 توی نیویورک تایمز برای توصیف وین ویلیامز که قاتل سریالی آتلانتا بوده استفاده شده. بعدها توی دهه 80 این اصطلاح 233 بار توی صفحات نیویورک تایمز استفاده شد. اما اواخر دهه 90 این رقم به 2514 تا مورد توی این روزنامه میرسه. همونطور که قبلن هم گفتیم، برای اینکه یه قاتل سریالی شناسایی بشه عموماً از یک تعریف واحد استفاده میشه، سه یا چند قتل. قتل‌ها باید تو زمانهای مختلف و مکانهای مختلف صورت بگیره. عدم وجود یه دوره آرامش تو قتل‌ها از مشخصهای اصلی قتل سریالیه. خب یعنی چی؟ ببین، یعنی نباید شکاف زمانی خیلی قابل توجهی بین دوتا قتل وجود داشته باشه. حالا بیایم از نظر تاریخچه یه ذره بررسی بکنیم این قتل‌های سریالی رو. موضوع قتل‌های سریالی شاید تازگی به دایره قوانین مجرمانه پیوسته باشه، ولی این دلیل نمیشه که ما تو گذشته قتل سریالی نداشته باشیم یا اصلا کلن قاتل سریالی نداشته باشیم. به نظرم از روزی که قابیل هابیل رو کشت و اولین خون رو زمین ریخته شد، ما شاهد ظهور قاتلین بسیاری بودیم که
خیلی از اونها اتفاقا قاتلین سریالی بودن. بیاین فکر کنیم چی میشد مثلا خوناشاما، گرگینه ها، موجودات اهریمنی، اینا داستاناشون داستانه واقعی بود، با این تفاوت که هیچ چیز سحرآمیزی تو داستان وجود نداشت یا هیچ موجود عجیب غریبی نبود که آدم ها رو تیکه پاره بکنه، بلکه اون موجودات عجیب غریب همون قاتلین سریالی بودن که یک دفعه توی یه نقطه ظهور میکردن و دست میزدن به قتلای وحشتناک. و خب شاید اولین چیزی که ممکنه هرکس برداشت بکنه اینه که یه آدم عادی نمیتونه صدها نفر رو بکشه و این کشتارها قطعاً کار یه سری موجودات عجیب غریب و حتی اهریمنیه، نمیتونن اونها یه انسان باشن. عجب. آره واقعاً عجیبه. چیز جالبی که با خوندن تاریخ میتونیم ببینیم اینه که پادشاه‌ها یا اونایی که ما بهشون میگیم اشراف زاده، اونایی که تو طول تاریخ بهشون لقب خونخوار یا قاصب دادیم، در واقع همون قاتلین سریالی بودن که قبلا براتون تعریفشو گفته بودیم. خب اگه بخوایم چند تا از این اشرافزاده ها رو براتون مثال بزنیم، یکی از اونا لیو پنگلی یه شاهزاده چینی بوده که 144 سال پیش از میلاد زندگی میکرده. یکی از تفریحات این آدم این بود که به جاهایی که برده ها زندگی میکردن حمله میکرد و اموالشون رو تصاحب میکرد و اونا رو میکشته، که خب این یه نمونه قاتل سریالیه. حالا اینکه چی به سر این آدم میاد، اینطوری روایت میشه که پسر یکی از قربانیاش میاد و این جریانات رو به امپراتور اطلاع میده که این آدم چه جنایت هایی میکنه و متوجه میشن که لیو پنگلی حداقل 100 نفر رو کشته. بعد براش دادگاهی تشکیل میدن، گفته میشه که تمام رأی ها بر این بوده که این آدم باید اعدام بشه، ولی خب متاسفانه امپراتور فقط اونو از مقامش خلع میکنه و به یه جای دورافتاده تبعیدش میکنه. بازم مثال داریم از این آدم های اشرافزاده خیلی عجیب. همه ژان دارک رو به یه قدیس میشناسن ولی ملازمش رو لزوماً به قدیس نمیشناسن. ژیل ملازم ژان دارک یه اشرافزاده ثروتمند اروپایی بوده که پسران روستایی رو میدوزیده، میبرده قلعهش، بهشون تجاوز میکرده، بعد اونا رو به قتل میرسونده. من حتی یه جایی خوندم که یکی از تفریحاش بوده. آره و واقعا چندش آور بوده این تفریحه. نمیدونم میدونی عجب. چند تا آدم رو کشته؟ نه نمیدونم. چیزی بین 140 تا 800 نفر تخمین میزنن که این آدم فقط کشته. خدای من. هرچند بعدها بازداشتش میکنن، اعدامش میکنن، ولی این رفتارش انقدر تأثیر گذار شده که تو اون زمان یه داستان عامیانه به اسم ریش آبی بر اساس شخصیت همین آدم نوشته شده. اگه یه نگاهی توی کتابای گینس بندازیم، الیزابت باتوری اشرافزاده از خاندان سلطنتی مجارستان به عنوان یک قاتل سریالی تقریبا بیشترین تعداد قتلا رو داشته. وقتی بازداشتش میکنن توی سال 1610 توی دادگاهش مسئولیت شکنجه و قتل 650 تا زن و دختر رو به عهده میگیره. اینم بگم که حین انجام این قتلها تقریبا بیشتر از 85 نفر از ملازم‌هاش شاهد رفتارهای وحشیانه این خانم بودن. جالبه بدونی توی داستان سفید برفی ایده اون نامادری خبیثی که دنبال کشتن همه دخترای زیبا رو از این شخصیت برداشتن، چون شایع شده که الیزابت باتوری عادت داشته خون دخترای باکره جوان رو میریخته و با اون حمام میکرده، درست مثل نامادری سفید برفی. واسه چی این کار میکرده؟ خب ببین، چون اون دوست داشته که خودش زیباترین دختر اون دوره و زمونه باشه و اصلا نمیتونسته ببینه که یه دختر یا یه زنی از اون زیباتر باشه. جالبه. یا حتی وقتی بازداشت میشه اونو خوناشا معرفی میکنن، یا حتی بهش لقب کنتس خون و کنتس دراکولا هم میدن. بذار یه داستان آسیایی هم بشنیم. همه مثالامون از مثالای اروپایی آمریکایی بود. تو هند یه فرقه هستش به اسم تاگی که بین سالهای 1740 تا 1840 وجود داشتن که مجموعه ای از قاتلین و دزدای هندو و مسلمان بودن. تخمین زده میشه میگن اونا تو مدت حیاتشون بیش از 1,000,000 نفر رو کشتن. عجب. خیلی عجیبه، 1,000,000 نفر. میگن وحشتناکترین دورهی که اینها دست به قتل زدن مربوط میشه به دورهی که فردی به نام تاگ بهرام رهبری اونا رو به عهده داشته. حتی میگن خود همین آقای تاگ بهرام چیزی نزدیک به 1,000 نفر یا عدد دقیق ترش 946 نفر رو کشته. خودش تنهایی؟ آره واقعا خودش تنهایی 946 نفر رو کشته. حالا شاید تو برنامه های بعدی بهش برسیم. موسیقی
آخرین نفری رو که میخوایم براتون معرفی بکنیم، کسی که باعث شد کل سیستم تحقیقات جنایی و گزارش جرم توسط روزنامه نگارا تغییر کنه، جک دریپر یا جک قصاب، که اولین قاتل سریالی مدرن نامیده شده. اون حداقل 5 تا فاحشه یا بیشتر رو هم توی سال 1888 توی منطقه لندن و قسمت فقیرنشین شهر کشته. قتلای اون سیستم تحقیقاتی و تعقیب و گریز پلیس رو تغییر داد، چون اصلا پلیس موفق نمی‌شد این آدمو بگیره. طی پرونده‌های اون خیلی از تکنیک‌های تحقیقاتی جنایی مدرن ایجاد شد. یه تیم بزرگ پلیس تحقیقات خونه به خونه رو انجام داد. مواد قانونی جمع‌آوری شدن، مظنون‌ها شناسایی شدن، تحت نظر قرار گرفتن. قتل‌های جک قصاب باعث شد یه حوزه مهم توی گزارش جرم توسط روزنامه‌نگارا ایجاد بشه، در حالی که اون اولین قاتل سریالی تاریخ نبود. اما جک قصاب اولین کسی بود که باعث آشفتگی جهانی تو رسانه‌های کل دنیا شد. قتل‌های فجیع زنای بینوای فقیرترین منطقه لندن توجه رسانه‌ها رو به وضعیت فقر شهری جلب کرده بود و اونو توی سراسر جهان پوشش داد. جک ریپر مشهورترین قاتل سریالی تمام ادوارم نامیده شده. جالبه که این جک قصاب در واقع سرصدای زیادی تو دنیا به پا کرد با این قتلاش. آره دقیقاً. حالا بزنین دو تا آمار جالب بدم. یکی این که شاید برای شنونده‌ها بد نباشه بدونن که 76% قاتلین سریالی قرن 20 آمریکایی‌اند. و حتی یه آمار جالب‌تر این که درصد کل قاتلین سریالی نسبت به کل جمعیت 15 نفر در 1 میلیاردن. خیلی تعداد کمیه. آره ولی خب کاراشون باعث شده که باقی جمعیت جهان واقعا تو ترس باشه. دقیقا. حالا بذارین یه مقدار از جنبه شخصیت شناسی به ماجرای قاتلین سریالی توجه کنیم. امیدوارم که تا اینجا خسته نشده باشین، چون قراره خیلی چیزای جالب تری رو براتون بگیم. من نمیدونم چه چیزی باعث میشه که مردم میخوان با هم دوست باشن. من نمیدونستم که چه چیزی باعث جذب افراد به هم دیگه میشه. من نمیدونستم که چه چیزی تعاملات اجتماعی رو تحت تأثیر قرار میده. من هیچ وقت احساس گناه نمی کنم. برای کسایی هم که احساس گناه میکنن متاسفم. من از هر چی که چشمهای لعنتی شما دیده سردترم. این افراد هیچ اهمیتی برای من ندارن. نقل قول‌های ترسناک تد باندی به طور واضح خلاصه ای از ویژگی‌های اصلی یک سایکوپت یا واژه فارسیش میشه روان پلید، که چنین آدمیه. یه فرد مبتلا به سوء استفاده از دیگران، با احساسات خفیف، تمایلات آنی و ناتوانی در احساس گناه یا رنجش. شناخت یه قاتل سریالی کار خیلی سختیه، چون قاتلای سریالی واقعا انسانای پیچیده ای هستن و برای درکشون نیازه که نشونهای زیادی رو بررسی کنیم. برای مثال
مهمترین نشانه شناسی قاتل سریالی، یا بهتر بگیم یکی از بهترین روش ها برای تبدیل شدن به یک قاتل سریالی، اون چیزیه که قراره الان بشنوید. شاید اولین جنبه یک قاتل سریالی وضعیت روانی اون باشه. اونا ممکنه درجات مختلفی از بیماری روانی یا سایکوپاتی رو نشون بدن که ممکنه به رفتار جنایتوار اونا کمک کنه. مثلا فردی که مبتلا به بیماری روانیه ممکنه اختلالات سایکوتیک یا افسردگی اساسی هم داشته باشه که باعث میشه اونا اعتقاد داشته باشن که شخص دیگه ای هستن یا توسط شخص دیگه ای مجبور به قتل شدن. یه سری رفتار هم هستش که سایکوپتا دارن که بعضی از قاتلین سریالی هم اونا رو دارن. مثلا جلب احساسات، مثلا فقدان احساس ندامت یا گناه، یا تکانشگری، یا نیاز به کنترل و رفتار وحشی خویانه. دقیقاً برعکس افرادی که دارای اختلالات روانی مثل اسکیزوفرنی هن، سایکوپت ها طبیعی هن و خیلی اوقات هم جذاب به نظر می رسن. یه وضعیتی هم برای سازگاری یا بقا دارن به اسم ماسک تعقل. اینو یه روانشناس به اسم هاروی کلکلی میگه. یه جمله‌ای داریم که میگه ذات آدم خرابه. یه جورایی اگه بخوایم از بعد زیستی به این مثال نگاه کنیم، خیلی بی‌انصافیه. مثل این میمونه که داریم سعی میکنیم یه نفر رو به این متهم کنیم که مجرم بودنش رو از DNAش به ارث برده. دقیقاً اینجایی که محققا دست به کار میشن و دست به یه سری تحقیقات جالب میزنن که معروف به تحقیقات روی دوقلوهای جدا شده مینه‌سوتا. این تحقیقات توسط پروفسور روانشناسی به اسم توماس جوزف بوچارد جونیور رهبری میشده. نتیجه این تحقیقات جالبه. مطالعه دوقلوهای جدا شده مینه‌سوتا نشون داد که سایکوپاتی 60% ارثیه و این درصد نشون میده که صفات سایکوپاتی بیشتر وابسته به DNA تا تربیت. این تحقیقات عملاً نه از ابعاد روانشناسی بلکه از بعد پزشکی مورد بررسی قرار داده قضیه رو. دانشگاه ویسکانسین مدیسون یه مطالعاتی انجام داده که میگه افراد سایکوپت یه بخش از مغزشون با افراد عادی فرق میکنه. در واقع بخشی از مغز که کارش تفسیر یه سری احساساته، تو این افراد این تفسیر رو انجام نمیده. برای همین وقتی اونا رو در حین انجام یه عمل ناشایست دستگیر میکنیم، به هیچ عنوان احساس خجالت یا نگرانی هم نمیکنن. یا وقتی افراد دیگه رنج میبرن، حتی غمگین نمیشن. اگرچه اونا درد جسمی رو احساس میکنن، اما قادر به درک رنج احساسی نیستن. پس میشه اینجوری برداشت کرد که اختلال تو DNA فرد سایکوپته. درسته؟ درسته، ولی خب به این معنا نیست که یه قاتل سریالی از همون بچگیش یه قاتل سریالی باشه. آها، میتونه یعنی عوامل اجتماعی و روانشناسی زیادی هم وجود داشته باشه که سبب بشه ما شاهد باشیم که یه همچین هیولایی با این شدت تاثیرگذاری به وجود میاد. مثلا یکی از مهمترین و شاید اصلی ترین دلایل به وجود اومدن این قاتلین سریالی از نظر تمام روانشناسا با بررسی جوامع آماری مختلف میتونه این باشه که یک دوره کودکی سخت داشتن. برای مثال طبق آمار منتشر شده 50% از قاتلین سریالی دوره کودکی بسیار سختی داشتن. میخوایم دو نمونه از اینا رو بررسی کنیم. آره موافقم. اولیش بیجه است. احتمالا خیلی ها بشناسن این رو. قاتلی که به بچه ها تجاوز میکرد و میکشتشون. حالا اینکه چرا واقعا بیجه دست به کشتن بچه های بیگناه میزد، شاید دلیلش این بود که تو بچگی بهش تجاوز شده بود. تحقیقات نشون میده که اتفاقات جنسی خشونت آمیز توی دوران کودکی به طور جدی توی رشد فرد تأثیر میذاره. علاوه بر این بعضی از بیماری‌های مقاربتی توی نوجوانا به دلیل خودارضایی توی کودکی و بعد تنبیه اونا یا مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن اونا اغلب توسط والدین یا اعضای خانواده‌شون بوده. همچنین تجربیاتی توی دوره کودکی اغلب فانتزی‌های خشونت‌آمیز رو به وجود میاره که تا بزرگسالی هم ادامه پیدا می‌کنن. سوء استفاده توی کودکی منجر به انزوای اجتماعی، مشکلات یادگیری میشه. طوری که 46% از قاتلای سریالی هیچ وقت نتونستن دبیرستانشون رو تموم کنن. این تحقیقات تو زمینه سوء استفاده از کودکان مهر محکمی بر اینه که قاتلای سریالی ساخته میشن و متولد نمیشن. کنار بیجه ما یه نفر دومی هم داریم به اسم ادمون کمپر، یا اسم دیگه‌اش قاتل دختران دانشگاهیه.
اگه بخوام دوران بچگی این قاتل رو توصیف کنم، بهترین کلمه‌ای که میتونم بگم تحقیره. کسی که از بد و تولدش توسط مادرش اولین کسی که باید بهش عشق بورزه ترد میشه و حتی بارها توسط مادرش دچار سوء استفاده قرار میگیره. به طوری که یکی از لذت‌های مادرش این بوده که لباس دخترانه تر ادموند کنه و اونو به خاطر پسر بودنش تحقیر بکنه. تو مصاحبه ها و بحثایی که با قاتلان سریالی شناخته شده انجام دادن نشون داده شده که 50% اونها سوء رفتار و غفلت احساسی رو تجربه کردن. اغلبشون تحقیر شدن و نظم و انضباطی که والدینشون ایجاد کردن یا به اونها تحمیل میکردن یا ناعادلانه بوده یا غیر قابل پیشبینی بوده یا مخرب بوده یا حتی شرورانه بوده. اگه بخوایم از بعد روانشناسی کودک به این موضوع نگاه بکنیم، حتی زمانی که یک کودک صرفاً نادیده گرفته میشه، شکست بزرگی تو روند رشدش میتونه رخ بده. این موضوع کودک رو بی احساس و کرخت میکنه و اون کم کم این باور رو پیدا میکنه که تو دنیای بی حاصل و بی احساسی که اون احاطه کرده باید زندگی کنه و متاسفانه فکر میکنه که این دنیای طبیعیه. به همین جهت هم از حس همدلی برای دیگران توهی میشه. بد رفتاری احساسی عزت نفس کودک رو تحت تاثیر قرار میده و توانایی اون برای عملکرد مناسب تو جامعه از نظر تحصیلی و توانایی ایجاد رابطه سالم و صمیمی با دیگران رو از اون میگیره. برای همینه که خیلی از این قاتلین سریالی نه رابطه موفقی داشتن نه توی کار ثابت موندن. طبق آمار FBI بیشتر از 70% قاتلای سریالی توی خونه های دوره کودکیشون مشکلات مربوط به مصرف مواد مخدر رو تجربه کردن. در واقع تعداد خیلی کمی از اون قاتلای سریالی خودشون معتاد به الکل یا مواد بودن، اما خیلی از اونها با چنین مواردی توی کودکی مواجه شدن. اغلب مورد تمسخر قرار گرفتن یا توی کودکی یا نوجوانی از طرف جامعه طرد شدن. مثلا هنری لی لوکاس توی کودکی توسط جمعی از همسالاش مدام مسخره می‌شده. اون بعدها توی بازجویاش اعتراف میکنه که این موضوع یکی از دلایل مهم نفرت اون از همه بوده. کنت بیانچی هم توی کودکی چون شلوار خودشو خیس میکرده بارها مورد سرکوف قرار میگیره و توی نوجوانی توسط همسالای خودش نادیده گرفته میشد. جالبه بیش از 60% قاتلین سریالی بعد از 12 سالگی شب ادراری داشته. بخوام یه جمع‌بندی بکنم، کودکی سن خیلی مهمیه و باید خیلی بهش اهمیت بدیم، چیزی که شاید تو جامعه ما اونطور که باید و شاید بهش اهمیت داده نمیشه. دوست دارم که تو این فرصتی که الان پیش اومده نظر یک کارشناس رو که مدتی تو بخش اصلاح و تربیت کار میکرده رو با هم بشنویم. تجربه من توی یه ترم کار تو فیلد کارنس و طبیعی واقعا تجربه تلخی بود، چون خودم من واقعا سخت دواش هفته دادن. من بند پسرهای زیر 14 سال بودم و واقعا این که سنای پایین، واقعا پایین، بچه های 5 ساله 6 ساله اونجا بودن و خب اینا اکثرا عقده های شدید عاطفی داشتن، یعنی اکثرا، و اینو نکته رو تاکید کنم که اکثرشون مهاجرهای افغانی بودن که به عنوان ساقی مواد مخدر اینا رو دستگیر کرده بودن و ورده بودن اونجا، و اینکه اینا همشون از خانواده های بد سرپرست و پر جمعیتی بودن. خانواده پر جمعیتی که اصلا محبت پدری مادری توشون معنی نداشت. بچه به معنی یه منبع درآمد واسه خانواده. حالا چه بفرستش تو باندی مواد مخدر، باندای فحشا، دست فروشی و هزار تا کار دیگه که اصلا تو فکر ما نمی گنجه. اینا رو میفرستادن اونجا. حالا اونجا به بچه‌ها همه ی تقریبا اکثرشون دوبار رو حداقل تجاوز شده بود بهشون، و جالب اینه که از طرف محارم چقدر این تجاوز به اونا انجام شده بود و اینکه میزان تجاوز به بچه ها بیشتر از دختر بچه هاست، چه از طرف محارم، پدر، مادر، برادر خیلی زیاد بود و حتی مادر، و حالا از افراد دیگه که توی خیابون میبینیشون. و اینا حقیقتا به خاطر پایگاه اجتماعی پایینشون هم مدام از طرف جامعه تحقیر میشه، یعنی اینا یه تحقیر و سرکوب و کتک و همه این خشونت های خانوادگی رو داشتن. از یه طرف دیگه تو جامعه هم اینا مورد قبول واقع نمیشن. واقعا حالا یا همه به دید ترحم بهشون نگاه میکنن که واقعا این یه اشتباهی که خود منم داشتم، و یا اینا رو خیلی واقعا تحقیر میکنن، خصوصا اگه مهاجر بودن اصلا پذیرفته نمیشن تو جامعه. مهاجرهای افغان به شدت جامعه نژادپرستی داریم ما، و این تأخیرها واقعا
یه عقده میشه برای اینا، یعنی عقده شده بود براشون که اینا اصلا دید تهاجمی داشتن نسبت به همه. از یه طرف اینا خب به خاطر تجاوز و آسیب های جنسی مکرر اصلا نمیشن بهشون حتی دست بزنیم، و از یه طرف دیگه خیلی واقعا رفتارهای تهاجمیشون، این که حتی تو مکالمات روزمره شون هم اینا از فوش خیلی عادی بود براشون، خشونت هایی که داشتن اینا همشون یه اصطلاح روانشناسی سرکوبگر بودن، واکنش های سرکوبی بودن که میخواستن اون تخیراشون، اون عقده هاشون، کمبودهای عاطفیشون رو مثل اینکه با این کارا جبران کنن، جوری روانشناس اونجا به ما میگفت. و خب میدونی که توی کانون ها واقعا تیم روانشناسی ضعیفی هم هست، بیشترش آخوندهای مذهبی میان میرن یه چیزی میگن، این بچه ها هم همینجوری به مذهبی که میگیرن برمیگردن میرن، واقعا هیچ تیم روانشناسی نیست که اینا رو پشتیبانی کنه و اینا همینجوری نقطه ها رو نگه میدارن بدون اینکه بخوان درمان شن، اینا رو به خودشون میبرن. بعد اینکه 14 سالشون تمام شد دوباره بند بالای 14 سال میشن، بعد میان زندان های بزرگسال و بعد این مدت دوباره آزاد و رها تو جامعه میشن، و این خب چرخه خود خشونت همینجوری ادامه پیدا میکنه و واقعا یه عقده بزرگ اینا بیشتر از خانواده‌شون از جامعه دارن. قوه قضاییه ما این واقعا یه خیلی چیز مهمیه، چون این بچه ها رو باهاشون مثل یه مجرم عادی برخورد میکنن. یک جایی مثل آمریکا اصلا کلن دادگاه ها جداست، ولی اینا دادگاه هاشون جدا، مثلا جداست، ولی واقعا قاضی خودش نمیفهمه که اینی که باش سرکار داره بچه است. خشونتی اصلا یه خشونت کلامی با اینا دارن که طرف اصلا میفهمه آقا اینجا هیچ عدالتی هم نیست، اینی هیچی هم گیرش نمیاد. و اینکه بازم من میگم بزرگترین عامل همه این اتفاقایی که واسه این بچه افتاد بود فقر بود، نابرابری اقتصادی. واقعا اینکه بچه مثلا یه بچه فقیر تو کوره پس خونه ها تو انتهای جده خاوران به دنیا اومده، بعد یه واسه کار میاد مثلا محله های بالا شهر تهران، خب این یه عقده میگیره از اون افراد، میگه چرا من اینقدر بدبختم، چرا این اینقدر خوشبختن. همینه، میره دعوا میکنه، میاد میزنه با سنگ تو سر یه بچه دیگه، یه بچه‌ای که خودش هنوز 14 سالش هم نشده و از کارنسا تبیل در میاره و با افتخار میگه من پشیمون نیستم و بازم این کار رو انجام میدم. کنار اینها قاتلین سریالی یه سری علاقه های عجیب غریب هم دارن، مثل فتیش یا اصطلاح فارسیش همون یادگار خواهی. دقیقا، یادگار خواهی، که یعنی اونا بیشتر از این که دنبال رابطه جنسی باشن دنبال یه یادگاری یا یه نماد خاص و فرد مقابلشون میگردن. اون جسم به یه نماد جنسی برای طرف مقابل تبدیل میشه. برای مثال جری برودوس از بچگی عاشق کفش پاشنه بلند بوده و این فتیش تا مرتکب شدن به قتلهاش ادامه داشته، به طوری که عادت داشته کسایی که میکشته ازشون یه عکس با کفش پاشنه بلند میگرفته. در کنار فتیش یه سری هم دچار اختلال خاصی هستن به اسم پارشالیسم، که این بار به جای اینکه صرفاً علاقه به چیزی داشته باشن، علاقه به یه بخشی از بدن دارن و اونقدر جذب اون میشن که دیگه نمیتونن عملکرد جنسی عادی داشته باشن و فقط اون بخش از بدن میتونه اون حسشون رو ارضا کنه. کنار اینها یه عده هم نکروفیلیا دارن، یعنی مرده خواهند. بیشتر از اینکه دوست داشته باشن با افراد زنده وارد رابطه بشن، دوست دارن که با مرده ها نزدیکی کنن. که خب این نمونه خیلی شایعه، قاتلین سریالی زیادی درگیر این موضوع بودن. شاید معروف ترین قاتل سریالی نکروفیلیا تد باندی باشه، تا جایی که به اون لقب کریزی نکروفیل میدن. میگن تو مدتی که دست به قتل میزده 30 زن رو کشته و بعد از مرگ بهشون تجاوز کرده. خب در آخر شاید شایع ترین نوع رفتار بین قاتلین سریالی داشتن پارافیلیه، یه نوع انحراف جنسی که باعث میشه طرف مقابل فقط علاقه خاص به یه رنج سنی یه گروه خاص داشته باشه و راجع به اون خیال پردازی کنه. مثلا انتخاب بچه‌ها به عنوان گزینه تجاوز و داشتن رابطه باهاشون یکی از نشونه‌های پارافیلیه. بیشتر قاتلای سریالی اعتراف کردن که تو دوران نوجوانیشون از مهمونی و این تیپ رویدادهای اجتماعی اجتناب می‌کردن. اونا هرگز به عنوان یک نوجوان معمولی تجربه فعالیت جنسی با همسالاشون رو نداشتن، بلکه خودارضایی و فعالیتی مثل پورنوگرافی رو ترجیح میدادن. تو برخی موارد حتی استمناع وسواسی هم داشتن. به عنوان مثال آنری چیکاتیلو
در اثر خشونت زیاد به حالت تناسلی خودش در حین استمناء آسیب می‌زده. قاتل به دلیل عدم وجود هیچ ساختار اجتماعی قابل توجه تو زندگیش قادر به برقراری رابطه جنسی عادی نیست و بنابراین مجبور به فعالیت جنسی فردی میشه. تقریبا تمام قاتلای سریالی یا در واقع 99% از اونا اعتراف کردن که قبل از روی آوردن به انسانها اعمال خشونت آمیز خودشون رو روی حیوانا امتحان میکردن و به خاطر رشد توی خانواده های ناکارآمد یه همچین رفتارهای نادیده گرفته میشده یا اصلا حتی بهش توجه هم نمیشده. همونطور که پدر جفری دامر تصور میکرد که پسرش حیوانات رو تشریح میکنه و از این بابت اصلا ناراحت نبود. آزار به حیوانا میتونه یه منبع عالی برای لذت بردن قاتلای جوان باشه و اونا رو تشویق کنه که هنر خودشونو کامل کنن تا بعدا همون اعمال رو روی قربانیای انسانی خودشون انجام بده. یکی از مواردی که تلویزیون اغلب در مورد اون اغراق میکنه هوش قاتلان سریالیه. دقیقاً. باور کنید یا نه، میانگین آیکیو یک قاتل سریالی 94 که نمره کاملا طبیعیه. این فکت توسط دکتر مایکل آموت از مرکز اطلاعات قاتلین سریالی کشف شد. با این حال این مطالعه به روش‌های قتل این قاتلا هم بستگی داره. این تحقیق نشون میده که قاتلان سریالی که آیکیو متوسط داشتن احتمال بیشتری داشته که قربانیان خودشونو خفه کنن، در حالی که اونایی که آیکیو بالاتری داشتن معمولا چیکار می‌کردن؟ از بمب استفاده می‌کردن. بذارید چند تا چیز جالب دیگه هم بهتون بگیم. جالبه اگه یه مرد سفید پوست باشید احتمال بیشتری داره تا یه قاتل سریالی بالقوه نسبت به دیگران باشید. 93% از تمام قاتلای سریالی مردن و حدود 63% از قاتلای سریالی سفید پوستن. مورد جالب دیگه این که مطالعات دکتر آمود نشون داده که در طول نیمه اول قرن گذشته 37% از تمام قاتلای سریالی زن بودن. علاوه بر این بیشتر قاتلای سریالی تو آمریکا زندگی می‌کردن. پس بنابراین طبق آمار اگه شما یه مرد امریکایی سفید پوست باشید احتمال بیشتری وجود داره تا تبدیل به یه قاتل سریالی بشید. یه ویژگی رایج میان قاتلای سریالی که اغلب باعث میشه اونا تا مدت زیادی از دید پلیس پنهان بمونن قدرت کنترل دیگرانه. خب یعنی چجوری؟ یعنی اونا یه توانایی دارن که میتونن خودشون رو تا مدت زیادی بیگناه نشون بدن و پلیس اغلب تو تحقیقات خودش اونا رو نادیده میگیره. عجب. یه مثال بزنم، جان وین گیسی عضو بسیار محترم جامعهش بوده و حتی یه عکس هم با رئیس جمهور گرفته. اون یه شخصیت بسیار با نفوذ که میدونسته چجوری با دیگران صحبت بکنه داشته، ولی همین آدم مرتکب به قتل 33 کودک شده و معروف شد به دلقک قاتل. آهان، پس نکنه جان وین گیسی همون کسیه که استیون کینگ ایده معروف شخصیت دلقک فیلم و کتاب ترسناک ایتو از اون گرفته؟ دقیقا همون نفره. اما اینم بگم که رسانه ها هم کم تاثیرگذار نیستن. مثلا مجلات پلیسی، صفحات حوادث، شبکه های پورنوگرافی همگی جرقه‌ای میتونن باشن برای تبدیل به یه آدمی که صداشو میشنوید. Something I think I want to emphasize is the
این اتفاق مرحله به مرحله میافته. تجربه من با پورنوگرافی که تو سطح خشنی با سیکس مواجه میشه، چیزیه که اگه بهش معتاد بشی. من میخواستم دنبال پتانسیل بیشتری بگردم، دنبال صراحت بیشتر، تجربه های دیداری بیشتر، تا اونجا که به جایی میرسی که حد نهایت پورنوگرافیه. اونجاست که از خودت میپرسی که شاید اگه خودت اون کارا رو بکنی چیزی به دست میاری که ورای خوندن یا دیدن محتوای پورنوگرافیه. شما بناس منو بکشین، این جامعه رو از خطر من حفظ میکنه، اما اون بیرون آدم های خیلی خیلی زیادی هستن که به پورنوگرافی معتادن و شما هیچ کاری در موردش نمی کنید. خب این پایان اپیزود شماره 0 هست. خوشحالیم از این که صدای ما رو شنیدین. یه جورای این قسمت مقدمه‌ای بود برای چیزایی که توی هفته های آتی قراره از ما بشنوید. ما توی هر اپیزود قراره روایتی از زندگی و قتل‌های یکی از قاتلین سریالی رو براتون تعریف کنیم. این نکته رو بگم که خیلی از این داستان‌ها میزان خشونت و خون و خون ریزی توش زیاده. اگه به این موضوعات علاقه‌مندین حتماً با ما همراه بشید. پادکست فرزندان قابیل با حمایت شنوتو ساخته میشه. کارگردان کار آقای پوریا آریاییه. مترجم و نویسنده متن خانم نگین رضاپور و توسط من سمانه و من مرتضی براتون اجرا میشه. شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com